سلام، خوش اومدیم به 98مین شماره از سرخابی ترانسفر. امروز پنجشنبه 1 تیر ماه با هم دیگه آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. رقابت سرخابی ها برای جذب شاهماهی نقل و انتقالات. سلمانی در دوراهی استقلال و پرسپولیس. یاسین سلمانی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان که همراه با تیم فوتبال امید ایران در مسابقات زیر 23 سال غرب آسیا هم حضور داشت، با پیشنهاد دو باشگاه مطرح تهرانی مواجه شده. دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در تماس با سلمانی خواهان جذب این بازیکن شدند و باید دید کاپیتان تیم فوتبال امید ایران چه تصمیمی در مورد آیندهش خواهد گرفت. پرسپولیس به دنبال دروازه‌بان بوشهری. به گزارش فرهیختگان، باشگاه پرسپولیس در تلاش ادیب زارعی دروازه‌بان بوشهری تیم ملی جوانان رو به خدمت بگیره. این دروازه‌بان سابقه بازی با شاهین بوشهر در لیگ 1 رو داره و دروازه‌بان ثابت تیم ملی جوانان در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا هم بود. 4 خروجی جدید نساجی مشخص شد. در جریان فصل نقل و انتقالات لیگ برتر، 4 بازیکن نساجی با توجه به اتمام مهلت قراردادشون از این تیم جدا شدند. کریم اسلامی، رضا جعفری، محمد مهدی نظری و شاهین طاهرخانی 4 بازیکن فصل گذشته نساجی بودند که در فصل آینده در این تیم حضور نخواهند داشت. تمدید قرارداد هردانی با باشگاه نساجی. صابر هردانی که طی 1.5 سال اخیر در نساجی مازندران عضویت داشته و عملکرد خوبی به عنوان وینگر و مدافع کناری در این تیم ارائه داده بود، دوباره با این باشگاه توافق کرد و قرارداد جدیدی به امضا رسوند. بدین ترتیب قرارداد هردانی با این باشگاه به مدت 2 فصل دیگه تمدید شد. تلاش استقلال و سپاهان برای جذب سلیمی. ایمان سلیمی در حالی پیشنهاد اروپایی دریافت کرده که یکی از بازیکنهای پرمشتری لیگ برتره. گفتنی میشه نکونام برای تقویت خط دفاعی استقلال سلیمی رو زیر نظر داره و مورایس و سپاهان هم بیمیل به خرید این بازیکن نیستند. این در شرایطیه که اون از یک تیم پرتغالی هم پیشنهاد داره. ساکت الهامی سرمربی مصر رفسنجان شد. به نقل از روابط عمومی و رسانه باشگاه صنعت مصر رفسنجان، صبح امروز پنجشنبه اول تیر ماه 1402، ساکت الهامی با قراردادی 2 ساله هدایت نارنجی پوشای رفسنجانی رو بر عهده گرفت. الهامی پیش از این با نساجی مازندران و تراکتورسازی موفق به کسب 2 جام حذفی شده.